فناوری پیشرفته. حریم هوایی فرانسه همانند مرزهای زمینیش توسط ماهواره‌ها، هواپیماها و رادارها تحت کنترل شدید قرار دارد. برای اولین بار دوربین یورونیوز اجازه ورود به پایگاه هوایی به شدت محافظت شده 942 در کوههای وردن در شمال غربی شهر لیون را کسب کرده است. مأموریت اصلی این پایگاه دفاع هوایی و محافظت از شهروندان فرانسه است که توسط مرکز ملی عملیات هوایی انجام می شود. قطب‌های اصلی این پایگاه عبارتند از پناهگاه ضد اتمی زیر کوههای وردن که در آن اتاق عملیات قرار دارد و مرکز تحلیل و شبیه سازی برای آماده سازی عملیات هوایی یا کاسپو که بهترین مرکز از نوع خود در فرانسه است. این پایگاه یکی از 4 مرکز انتخاب شده توسط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی برای تایید سیستم جدید فرماندهی و مدیریت عملیات هوایی است. اینجا افراد تجهیزات و خدماتی را که در سراسر جهان یا در ناتو و یا در فرانسه به کار گرفته می شود آماده می کنند. مدیریت بحران ها به دقت بسیار در عملیات نیاز دارد، به ویژه در مدیریت تأثیر جنگ افزارها. کسپوها افراد را تعلیم می دهد و تجهیزاتی را که در مدیریت دقیق بحران استفاده می شود تأیید می کند تا از خسارات جانبی پرهیز شود. این کارها قبلا با کسب اطلاعات بسیار دقیق و در صورت امکان در زمان واقعی در اتاق عملیات انجام می شود. همچنین مدیریت تأثیر جنگ افزارها باید به گونه ای هماهنگ شود که در زمان مداخله ضربه تا حد امکان دقیق باشد. چگونه این اتاق عملیات برای نیروهای هوایی کشورهای عضو ناتو کار می‌کند؟ ما امکان بازدید از یکی از آنها در پایگاه هوایی فرانسه 942 را داریم. مسئولیت این مرکز مهم دفاع هوایی فرانسه برنامه ریزی و اجرای عملیات هوایی در خاک فرانسه است. هدف ارزیابی تهدیدها و بکارگیری عملیات رهگیری است. وقتی هشداری دریافت می‌کنیم، مسئول اتاق عملیات از همه کارکنان می‌خواهد تا تمام توجه خود را به روی این رویداد متمرکز کنند و اولین فرمان‌ها را برای مدیریت این اتفاق صادر می‌کنند. چه در حال اتفاق است؟ رویداد حاضر شبیه‌سازی حمله یک پایگاه هوایی است. برای صفحه ما قبل آخر می توانید گفتگوها را مشاهده کنید، جایی که همه فرمانهایی که به افراد مختلف در این اتاق داده شده نوشته می شود. برای آخرین صفحه نیز تصاویر فرستاده شده از هواپیمای بدون سرنشین را می بینید. این تصاویر بسیار مهمند، چون می توانیم هم از ماهواره و هم از هواپیمای بدون خلبان که از مرکز هدایت می شود استفاده کنیم. هدف ردیابی شده است. می توانیم ببینیم که هدف در حال شلیک است و به پایگاه هوایی حمله می کند. باید تصمیم بگیریم چگونه عمل کنیم. دستور حمله را صادر و از نبود خسارات جانبی اطمینان حاصل کرده ایم.